عرض سلام و تقدیم ارادت به بخش سوم برنامه های زنده امروز میرسیم. بسیار خوشحال هستم که فرصتی فراهم شده که بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشم. امروز به گزارش های مصادف هست با روز پایان روزداری، ماه روزداری که معروف به فطر است یا عید فطر، شاید هم فردا باشد، شاید هم امروز باشد. همیشه ما در این زمینه اختلاف داشتیم و این اختلافات قرار هست که همیشگی باشد. در ساعات گذشته به عبادت روزداری و هدف از این عبادت و تعریف عبادت روزه سوالاتی کوتاهی رو مطرح کردیم و همه اینها بدون جواب است البته تا به حال. و خلاصه برنامه این بود که ما اولا برای چی روزه میگیریم، که چه بکنیم، که فقط نهار نخوریم و بعد مشکلات دنیا حل میشه با نهار نخوردن ما یا نه. سوال اصلی این است که عبادت روزه رو چه چیزی تشکیل میده؟ جز تعقل و جز تفکر و جز معرفت به نارسایی های جهانی که ما درش زندگی میکنیم، معرفت به این نارسایی ها و فکر درمان اینها، یعنی علتیابی و درمانیابی، علتیابی و درمانیابی، همه عبادت ماه رمضان به این است که ما با یک اشکال کوچک که گرسنگی است که با تقلیل 30% در میزان مصرف خوراک این عبادت رو شروع میکنیم، ولی این عبادت میتواند که تا بی انتها پیش برود. در این که این عبادت باید با تعقل و فکر همراه باشد که ما وقتی به جهان نگاه میکنیم بدون تردید جهانی رو میبینیم که کامل نیست، جهانی رو میبینیم که شرم‌آوره، جهانی رو میبینیم که مملو از ظلم و ستم و نابرابری و جنایت و ناامنی و دروغ و خیانت و تظاهر و تجاوز تشکیل شده. همه ما این دنیا رو میبینیم، همه ما با این دنیا سر و کار داریم. سوال مهم و اساسی این است که در اینکه دنیا ظلم داره، یکی دو نمونه خدمتتون بگم. مثلا میگفتن که تا سالهای پیش 10 نفر در آمریکا 90% آمریکا رو مالک بودن. هم تعجب میکنن مگه همچی چیزی میشه؟ 10 تا آدم، نه 10%، 10 نفر آدم. یک بار دیگه هم عرض کردم این مطالب رو در همینجا. 10 نفر آدم 90% از آمریکا رو مالک هست. 90% 10 نفر. و بقیه مردم آمریکا که 300 میلیون نفر هستن، 10% از آمریکا رو مالک هستند. الان در زمان این خلافت ولایت جدید در آمریکا این تعداد به 3 نفر رسیدند. 3 نفر آدم در این آمریکا مالک 90% آمریکا هستند. 3 نفر. یک مرتبه پرواز کنید از این آمریکا به کشور، مثلا کشور که چه عرض کنم، یک سرزمینی است به نام برونای، یک قسمتی از اندونزی است بر آن سوی آب ها بر خاور دور، که منزل مسکونی سلطان این خطه کوچکی که از اون یه خاک دیگه جدا شده و تا چندین سال پیش جمعیت خودش در حدود
240,000 نفر بود. الان بس که حالا فرض کنید که شده مثلا 400,000 نفر. ولی چند میلیون آدم دیگه اونجا زندگی میکنن، مالی کشورهای دیگه هستن، بیشترشون هم چینی هستن. منزل سلطان اونجا که نفت دارن، های مقداری نفت میفروشن، 600,000 اسکوئر فوت هست، یعنی 60,000 متر مربع بر چند طبقه ساخته، که در زیر زمین اون ساختمان اون سلطان عادل مسابقات اتومبیل رانی میدن. و این شوخی و اینها نمی کنم، من حال شوخی هم امروز ندارم، گاهی از اوقات مزاح میکنیم، ولی امروز خیلی حال افسرده ای دارم. برای همین عبادت ماه رمضان، نه برای خود غذا نخوردن یا گرسنه ای کشیدن یا روزه داری، برای همین عبادتی که کردم و این نتایجی که به دست آوردم. و پیشنهاد میکنم که بعدا همه ما هم انجام بدیم این عبادت رو، فقط ماه رمضان نباید انجام داد، همه طول سال باید انجام داد. منظورم این نیست که طول سال نهار نخورید، چون تا ما میگیم یه ماه رمضان همه یاد نهار ظهر میفتن. اصلا ماه رمضان یعنی نهار ظهر، ماه نهار ظهر است، ماه نهار نخوردن، این مفهوم ماه رمضان در ذهن بسیاری از ماست. قصد من اون نیست، قصد من از عبادت این است که در این ماه ما متوجه بشویم و از خودمون سوال بکنیم. حالا عرض میکردم که حال شوخی اینها هم امروز من ندارم زیاد. این کسی که این خانه رو ساخته، حالا دیوانه روانی است، دیوانه غیر روانی است، هر چی که هست، این عملی که این انجام داده، این اگر که روزه بگیرد، اگر این شخص روزه بگیرد و عبادت کند، یعنی به موضوع نداری و به موضوع فقر و به موضوع گرسنگی، گرسنگی برای امنیت، گرسنگی برای تحصیل، گرسنگی برای شغل، گرسنگی برای ازدواج، گرسنگی برای ائتلاف، گرسنگی برای تولید، گرسنگی برای ثروت، گرسنگی برای همه حقوقی که بشر اون حقوق رو داره، گرسنگی برای حقوق بشر که مظهرش که ما میتوانیم امتحان کنیم گرسنگی کشیدن خودمونه، که فقط به فکر بیفتیم که یک چیزی هم به نام گرسنگی وجود داره، بعد بریم به گرسنه مراجعه بکنیم، ببینیم ای داد بیداد، گرسنه کفش هم نداره، پس یک درد دیگری هم به وجود آمده. بچه گرسنه، پدر مادرت کجاست؟ پدر مادرم مردن، تو جنگ رفتن، یا فقط مادرم هست که خود مادرم هم از من بدبخت‌تره. پدرت چی شده؟ پدرم یا مرده یا کشته شده یا فرار کرده یا تو آب غرق شده. پس با یه درد دیگه هم آشنا شدیم، با یک فقر دیگر هم آشنا شدیم. بعد دیدیم امنیت وجود نداره تو این مملکت، که مسلمان ها مسلمان ها رو میکشن و غیر مسلمان ها به مسلمان ها یاد میدن که چطور شما باید برادران خودتون رو بکشید تا به بهشت بروید، و جهاد به اونها یاد میدن. جهاد رو ما به خارجی ها یاد نمیدیم، جهاد رو ما به مسیحی ها و یهودی ها یاد نمیدیم. یهودی و مسیحی در کشورهای ما میآیند و به ما جهاد یاد میدن، جهاد خودشون رو. جهاد ما یعنی مجاهده در راه رسیدن به صلح و امنیت و عدالت. جهاد اونها یعنی آدم کشی، برادر کشی، ایجاد خیانت، ایجاد عداوت بین افراد. هم اونها جهاد دارن، هم ما جهاد داریم. اسم جهاد خودشون رو میذارن روی جهاد ما. هر جایی که آدم کشته میشه، هر ظلمی که میشه، میگن جهاد اسلامی شده اینجا. نه، جهاد خود اونهاست. ما جهادمون اونطور نیست. مال ما جهادمون رسیدن به صلح، رسیدن به امنیت، رسیدن به عدالت و برقرار کردن نظمی است در جامعه بشر که همه در امنیت و آرامش و عدالت زندگی بکنند. نه اینکه آدم بکشیم. این کار هم با آدم کشتن درست نمیشه. جهادی که ما باید بکنیم این است که چطور برای همه مردم حقوق طبیعی اونها رو محافظت بکنیم و تضمین بکنیم که برقرار باشه.
اگر که پادشاه برونای هم فکر میکرد، عبادت میکرد، رمضان میشد، ماه رمضان نهار نمیخورد، فکر میکرد، گرسنه شده دیگه. پس یه چیزی هم به نام گرسنگی وجود داره، فقر وجود داره، بی‌سامانی وجود داره. کم 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 مثل آبی که نشت میکنه همه جا رو مرطوب میکنه، فکر آدم مثل اون آبه، مرتب حرکت میکنه، سوالات جدیدی به وجود میاد. اون وقت عبادت کرده، اون وقت باید دید که اگر این به تقوا برسه در اثر این اندیشه، نه در اثر نهار نخوردن، در اثر این اندیشه‌ای که در این ماه برای انسان فراهم میشه، علت یابی که فراهم میشه، فقر جهانی برای چیست، کی به وجود آورده، قدرت های فیزیکی رو عرض نمی کنم، اون رو ما میفهمیم که چه کسانی درست کردن، همه جا هم نوشته. قصد ما هم با افراد جنگیدن نیست، اصلا من آدم ها رو نمیخوام معرفی کنم در اینجا، فکر اون آدم ها رو ما میخوایم بررسی بکنیم که یک آدم چه فکری میکنه که 3% یک نفر آدم 3% از این آمریکای ایالات متحده رو دارا هست، مالک 3% این خاک هست، این ثروت هست، یک نفر آدم. ما اصلا با اون اسم کاری نداریم، ما با منتالیتی و اندیشه این آدم کار داریم که این چه فکری میکنه، چه فکری میکنه، چرا این کار رو میکنه، چرا این ثروت ها و این امکانات رو جابجا میکنه. دیگه اصلا موضوع مالکیت مطرح نیست، موضوع جابجایی مطرحه، چرا این کار رو میکنه. این مثلا 100 میلیارد داره، 100 میلیارد میکنه 400 میلیارد، چرا این کار رو میکنه، چه فرقی میکنه برای او 100 میلیارد یا 400 میلیارد. اما برای کسانی که این پول رو به وجود میارن و این پول از اونها سرقت میشه، برای اونها خیلی فرق میکنه، دنیا رو به همین روزی میاندازی که میبینید. ولی برای این طرف چه فرقی میکنه؟ این رودخانه ای که به این طرف داره حرکت میکنه، مزارع رو سیراب میکنه، خب این رودخانه رو بر میگردون، این جهتش رو به یک دره میریزه که هیچ آب و علفی در اونجا نیست، یک بستر سنگیست، از اونجا رد میشه. چرا این کار رو میکنه؟ اگه برای قدرت هست که رسیدیم، برای ثروت هست که رسیدیم، برای شوکت و عظمت هر چه که هست رسیدیم، چرا این کار رو توسعه میده؟ وقتی به قرآن نگاه میکنیم که میگوید الهاکم التکاثر، هوا و هوس باعث شد که به تعدد طلبی و زیاده خواهی و افسون خواهی معتاد و مبتلا بشوی. هوا و هوس این کار در دل تو شیطانی پر بشه که من دلم میخواد همه کره زمین مال من باشه. مال یعنی چی؟ یعنی چطور باشه کره زمین؟ تو چطور باشی؟ رابطه مال و مالکیت و مالکیت به چه صورت باید باشه که بیماری تو درمان بشه؟ چند نفر؟ چون این پول هر چقدر که طرف تو جمع بشه اصلا معلوم نیست، 400 میلیارد یا 4000 میلیارد یا 4 تریلیون میلیارد، اصلا هر چقدر صفر جلوش اضافه میشه، برای تو چه فرقی میکنه؟ اون طرف نگاه کن که هر یک دلاری که میاد این طرف چه فاجعه‌ای به بار میاره. ولی این شوق و ذوق و اعتیاد و حتی از اقتدار هم گذشته، این دیگه چقدر میخوای اقتدار پیدا بکنی؟ هر کاری که در دنیا دلت میخواد با نوک انگشت اشاره میکنی که آقا ما میخواییم این آدم در آمریکا ولایت فقیه بشه، این کارها رو هم بکنه، تمام نرم های اخلاق اجتماعی رو هم بشکنه، بلافاصله انجام میشه، تمام کارهای عجیب غریب دنیا به وسیله او انجام میشه، نوک قلم رو شما حرکت. چی میخواید دیگه؟ فردا انشاءالله تکنولوژی به جایی میرسه که اگه شما اینطور کردید کره زمین هم میگه چشم از این طرف میچرخه. پس چرا ادامه میدید به این کار؟ شما به اوج قدرت رسیدید، یه از این بیشتر قدرت نمیشه. میگه من الان دیگه قدرت نمیخوام، من الان ظلم میخوام، من الان ظلمه به دیگران میخوام، من دیگه قدرت نمیخوام، قدرت از این بیشتر نمیشه، من میخوام ظالم باشم، من ظلم تمامی نداره.
لذت من، اعتیاد من، شهوت اعتیاد من در این است که مظلوم زیاد ببینم. من وقتی به این بچه های تو آفریقا نگاه میکنم، این اسکلت ها رو میبینم، استخوان، یعنی مرده متحرک، مادرها رو میبینم که بچه های کوچک 9 ماهه، 8 ماهه، 4 ماهه، 2 ماهه رو، بچه رو دیروز زاییده، پریروز زاییده، بچه از بی غذایی، بی شیری، ناده مرده. نگاه میکنید میبینید صدها از این زنها در بیابان با دست خودشون، با کلنگ، با بیل، با پنجه، زمین رو کمی گود میکنن، میکنن این بچه های کوچک، انقدر این زن تو خاک سرشون میبنده. اینها رو وقتی ما میبینیم لذت میبریم، احساس امنیت میکنیم، سری تکان میدیم و نگاه میکنیم که عجب قدرتی به پا کردیم، عجب معدلتی، عجب داستانی در دنیا را انداختیم. منظور این که یکی از عباداتی که در ماه صیام باید انجام بشود این است که انسان به تعمق و به تفکر بپردازد و پاسخ قرآن رو بدهد که چرا تعقل نمی کنید، چرا جستجو نمی کنید، چرا تجزیه و تحلیل نمی کنید، چرا علتیابی نمی کنید، علتیابی کنید و ببینیم سهم ما در این مصیبت جهانی چیست، سهم ما در این ضایعات جهانی چیست. اگر سهمی پیدا کردیم به اندازه کاری که از دست ما برمیاد، نه اینکه فضولی به کار خدا بکنیم که چرا به بشر اختیار دادی که بشر بتواند این کارها رو بکند، این یعنی فضولی، مربوط به چیزهای دیگه میشه، نه اینکه ممنوع باشه. ولی ماه رمضان و عبادت کردن این نیست که خدا رو ما محاکمه کنیم. یک بار خدا رو محاکمه میکنیم که خدا تو مقصری یا ما نوع بشر. اگه پاسخ این بود که خدا مقصره، الحمدلله ما از دین براحت میشیم، میریم بیرون، اصلا بیرون سرگردان میشیم، بی خدا میشیم، راحت میشیم دیگه. اما اگر پاسخ این بود که نه، خدا در این کار مقصر نیست، اون وقت دیگه طریق سومی وجود نداره. اگر خدا مقصر نیست، مردم مقصرن. اگه خالق مقصر نیست، مخلوق مقصر هست و مؤثر. اون وقت باید ببینیم درمان این کار چیست. الان به این دامی که افتادیم، چو در تاس لغزنده افتاد مور. تاس این کاسه های خیلی لیز و براقی بود که زیر سماور میگذاشتن مقدیما. مورچه اگه تو این میافتاد، مورچه از هر جا میتونه، چون پنجه های مورچه ایتگوریست که تیزه و کوشکه و به هر چیزی گرفت بند میشه، از همه کاسه ها میاد بالا، از همه دیوار ها میره بالا. ولی این کاسه تاس لغزنده اونقدر صاف هست بدنش که حتی مورچه هم لیز میخوره و میفته پایین. چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور. امروز دیگه زور به کار نمیره، امروز کار به جایی رسیده که از زور گذشته و روز به روز جهان بیشتر به طرف گرسنگی، قحطی، بدبختی و در واقع عدم ثبات و فقر، فقر به معنای اعم کلمه، معنای کل کلمه، بر دنیا مستولی و حاکمه. حکومت فقر بر مردم مسلطه. ما باید فکر بکنیم که اگر اون فکر رو نکنیم فاتر نمیشه. یعنی ما باید هم خلاق راه حل باشیم، هم کاشف این علت باشیم. این کاشف علت و شافی درد، این دوتا با هم باید جمع بشه، هم کسی که کاشف هست، هم کسی که شافی هست. این دو رو در عبادت ماه صیام ما باید پیدا بکنیم و بعد هم در حد خودمون قدم برداریم.
در برطرف کردن این بیماری اجتماعی که در اثر ظلم و بی‌ایمانی و بی‌عدالتی به وجود آمده. این ایام مصادف است با عید فطر یا وقوع فطر یا وقوع پایان ماه رمضان. فطر به معنای ذات و درون و هویت اصلی و طبیعی و فطری چیزها رو ایجاد کردن و یا ادراک کردن و معرفت پیدا کردن. افطار به مفهوم رسیدن به فطرت در مقام فاطر است و کشف فطرت و طبیعت وقوع چیزها. فطرتی که در عبادت روزه، در زمان گشایش روزه و در پایان ماه صیام باید به وجود بیاید. و قرآن میگوید که روزه برای رسیدن به تقواست، به بیان دیگر. افطار به معنای یادآوری و نگرش به حاصل کار یک عبادت است که ما چه چیز را عبادت میکنیم، فایده عبادت چیست، اساساً طبیعت عبادت از چه عوامل و عناصری تشکیل می شود؟ آیا عبادت صرفاً تعریف از خداست؟ آیا خدا محتاج به تعریف و تمجید ماست؟ آیا ما تجلیل و حفظ حرمت خدا رو وقتی انجام میدیم خدا رو تجلیل میکنیم، به خدا احترام میگذاریم، جلوی خدا تعظیم میکنیم؟ آیا ما باید از خودمون این سوال رو بکنیم که ما در مقابل چه کسی قرار گرفتیم و چرا او رو ستایش میکنیم و به آستان او وارد شده ایم و وارد صلات شده ایم، وارد اتصال شده ایم، خواهیم به او برسیم که چه بکنیم؟ این که ستایش بعد از ستایش انجام میشه، آیا مقصود از ستایش این است که ما به ستایش دیگری برسیم؟ یعنی خدا را تجلیل بکنیم به جلال و شکوه و عظمت و ابهت و همه اینها. ظهر که میشه بعد شب دو مرتبه شروع کنیم، صبح دو مرتبه شروع کنیم. یعنی آیا صلات عبارت است از تعریف کردن از خدا و دل راست شدن جدا جلوی خدا و احترام گذاشتن به خدا که خدای تو علی هستی، تو اعلی هستی، تو عظیم هستی، تو اعظم هستی، تو وسیع، تو سمیری، تو چنین چنانی، و هی تکرار کنیم، هر روز و هر شب تکرار بکنیم خدایا تو چقدر بزرگی، خدایا تو چقدر پهنی، چقدر درازی، چقدر بالایی، چقدر والایی؟ اون وقت نتیجه این کارها چی میشه؟ یعنی ما از این ستایش کردن ها و از این دلار راز شدن ها به کجا میرسیم و فکر میکنیم خدا به کجا میرسه و خدا چه مقدار احتیاج داره که ما در مقابل او خم بشویم و خود ما چه مقداری احتیاج داریم که خم بشویم و علت خم شدن ما در مقابل خدا چیست؟ هنوز راجع به عبادت ماه صیام دارم صحبت میکنم که ما چند نفر تا به حال از خودمون پرسیدیم که چرا ما باید به خدا احترام بذاریم؟ چرا در قرآن خدا خودش رو عظیم صدا میکنه، اعلی صدا میکنه، علی صدا میکنه، غفور صدا میکنه، رحمان صدا میکنه، رحیم صدا میکنه، مالک صدا میکنه، کسی که دارای ملکیت از سلطان خودش رو صدا میکنه؟ چرا خدا به خودش بگوید حق؟ حق، حق، چرا خدا به خودش میگوید حق؟ به چه معنا؟ از بس از خود راضی است؟ و ما چرا خدا رو به این اسم ها باید صدا بکنیم؟ باعث ارضای خدا میشیم که آفرین باز هم بگو 99 بار 99 اسم منو بگو، هی تعظیم کن، لذت میبرم. آیا واقعا عبادت به این معناست؟ تجلیل خدا به این معناست؟ یا ما مردم موظف هستیم که اندیشه کنیم و فکر بکنیم که آیا این کاری که ما میکنیم به چه هدفی ما این کار رو انجام میدیم؟ به چه هدفی قربان صدقه خدا میریم؟ به چه هدفی به نیتی که به آستان او رسیدیم پیشانی خودمون رو بر خاکی میگذاریم که این خاک آستان توه، درگاه توه،
خب نهایت امر میگه خدا خیلی خوب، من فهمیدم که چقدر شما مؤدب هستید، چقدر به من احترام میذارید، چقدر باعث خوشحالی من شدید. من اکرم هستم، من اکبر هستم، من غفور هستم، من صبور هستم، من شکور هستم، من همه اینهایی که گفتید من هستم. حالا چیکار کنم که هستم؟ شما چیکار میکنید که هستید؟ طبعا هدف از ستایش، ستایش بعدی نیست. ستایش در واقع تلقین به نفس و تعلیم به خیش است که کسی که عابد می شود اول بار بایستی که میثاق خودش رو در مقام حرمت و به قدر معرفت مورد اشرا قرار بده. یعنی وقتی که ما احساس می کنیم که وظیفه‌ای به عهده داریم، اون وظیفه خودمون رو انجام بدیم. اما هدف اصلی از عبادت تدارک برای عقد میثاق و بعد اجرای میثاق و انجام و اطاعت از مواد و از مفادی است که در قرارداد با خدا منعقد میکنه. فطر به زبان روشن‌تر اشاره به شناخت ذات و طبیعت فطری و اولیه و سلامت یک موضوع است قبل از آنکه آلوده بشود. مثل آینه ای که فطرت او انعکاس و تابش است و در اثر مرور زمان غبارآلود می شود و چون به فطرت خود باز می گردد از نو صاف و روشن می شود و حقایق در او دیده می شود و از او متجلی و منعکس می شود. استعمار جهانی، طمع و تکاثر، چه تکاثر و طمع شخصی باشد، چه دولتی باشد، چه گروهی باشد، چه سیاسی باشد، در طول تاریخ باعث شده تا از همه مراسم و مواقع استفاده بشود و مردم مسلمان رو بیشتر مورد اسارت و انتزاع قرار بدهند و از هر واقعی محملی برای ایجاد فرقه ایجاد کنند. در علم موجود دنیای امروز تا اینجایی که علم پیش رفته، تا صدها سال دیگه ما از وقوع ثانیه های سحر و فجر و ثانیه های غروب می توانیم با محاسبه باخبر بشویم و مشاهده واقعا در دنیای امروز برای هیچ منطقه ای نه امکان پذیر است و نه لازم است. که مثلا ما در قطب شمال در پایان ماه رمضان روی شتر بایستیم و هی به بالا نگاه بکنیم، به دور و نزدیک نگاه بکنیم، ببینیم که آیا آثار خط ماه رو روی آسمان کی میبینیم. از پایین نگاه بکنیم که ببینیم در این داس ماه بالا میره. و یا اینکه همیشه روزه که ماه رو نمیبینیم، یا همیشه شبه که اون هم ماه رو نمیبینیم. در اسلام به تولد ماه جدید، میدانید که از نظر علم نجوم و هیئت ماه در دو مرحله حرکت بررسی میشه از نظر ما زمینی ها. در یک مرحله ماه متولد میشه از نظر تقویم، ولی این تولد ماه انقدر باریکه، این نخه روشنایی که ماه رو تشکیل میده، چون این روشنایی که ما میبینیم این فقط قسمتی است از ماه که میتواند در مقابل خورشید انعکاس داشته باشد. همه ماه که نیست، اصلا قسمت آینه ماه است که در مقابل خورشید قرار میگیرد. چون حرکت ماه و خورشید نسبت به هم دیگه، به اضافه اینکه حرکت ماه نسبت به زمین و خورشید، ماه و زمین مجموعاً با حرکتی که به خورشید دارن این زوایا رو ایجاد میکنه که منظور ماه متولد شده
ماه قبلی تمام شده، ماه جدید شروع شده در سایکل جدید، مدار جدید، ولی هیچ نوع رؤیت برش انجام نمیشه. محاسبه میکنیم، محاسبه وجودش رو ثابت میکنه، تولدش رو به زبان اهل نجوم میگوین، تولدش ایجاد شده، متولد شده، ولی دیده نمیشه. اون چیزی رو که قرآن اشاره میکند نسبت به ما، وجود ماه نیست، وقوع ما هست، یا به بیان دیگر اینکه دیده بشود یا دیدنی باشد. به بودن یا نبودنش قرآن اشاره نمیکنه، به دیدنی بودنش اشاره میکنه. و معمولا اینها با هم چند ساعت تفاوت دارن، یعنی چند ساعتی طول میکشه، 6 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت طول میکشه که نخ سفید دیده بشه. یعنی انقدر ماه گردشش به طرف خورشید از پشت زمین بیرون بیاد تا اینکه نور خورشید از زاویه‌ای از زمین به ماه بخوره که یک خط، یه به اندازه واقعا یه خط سفید دیده میشه، ماه اونجا میگن به وجود آمده، یا اینکه ماه نو دیدنی شده، نه اینکه متولد شده، چند ساعت قبل متولد شده. اون چه که با خطکش قرآنی اندازه گیری میشه، مجموعاً حالا خلاصه کنیم این عرض رو، تولد ماه نیست بلکه رؤیت ماه هست، یا رؤیتی شدن ماه هست. و منظور از اینکه ماه ویزیبل باشه، ماه دیدنی باشه، نه اینکه واقعا دیده شده باشه. یعنی ما به هیچ عنوان، عذر میخوام از شما، به ما گفته نشده که شما تحقیق بکنید ببینید که ماه کی متولد میشه و در اون زمان شما به اصطلاح روزه رو باز کنید یا هر کاری بکنید یا ماه تمام میشه. بر رؤیت شدن ماه، یعنی ماه باید رؤیت شدنی باشه، اگر مانعی بین ما و او نباشه، این وقتی رؤیت شد، اون وقت در واقع از نظر کار روزداری ماه شرعی، در واقع ماه دینی، ماه قرآنی شروع شده یا به پایان رسید. رؤیت ماه به این معنا نیست که ماه عملا باید رؤیت بشود، بلکه وقتی علم ثابت میکند که ماه قابل رؤیت است، کاملا کفایت میکند و علم برای صدها سال و شاید هم بیشتر در آینده میتواند که محاسبه کند که چه وقت ماه متولد میشود و چه وقت ماه متولد شده رؤیت شدنی میشود، قابل دیدن میشود. گفت مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. ماه وقتی که متولد میشه و چند ساعتی میگذره که کمی بزرگتر میشه، اون نخ سفید که دیده میشه درست مثل داسیست که وسیله درو کردن گندم، وقتی که با دست گندم میکندن اینطور بوده. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. ماه نو در آغاز مانند یک داس است، همونطور که عرض کردم. داس هم وسیله ایست که در گذشته برای بوریدن و دروی گندم از اون استفاده می شود، شاید هنوز هم بشه در بعضی جاها. در واقع داس ماه نو یعنی اولین علامت رؤیت ماه، اشاره به نمود وسیله ایست که به ما نشان می دهد باید به مزرعه اعمال خیش نگاه بکنیم و ملاحظه کنیم که از کشت ماه گذشته چه محصولی برداشت کرده ایم. در یکی از اینترنت های مکاتبات اینترنت که با من می کردند و اینها، برخوردم به یک مطلبی عکس و اینها دیه در یکی از مساجد هامبورگ که صدها نفر رو دیدم که شاید هم بیشتر مشغول صرف افطار قبل از روز عید بودند. و همه مساجد دنیا اگر این هزینه ها رو به جای اینکه به مردم بی نیاز یا کم نیاز بدهند،
به مردم واقعا محتاج و در حال فوت و مرگ میدادند، همه مساجد دنیا اگر این هزینه ها رو مصرف میکردند، تعداد کثیری از گرسنگان فکر میکنم که از یکی دو وعده غذا شروع میشده تا اینکه شاید اصلا ریشه گرسنگی رو ما میتوانستیم که در جهان از بین ببریم. مطلب بسیار طولانی من برای این موضوع برای شما تهیه کردم که وا میگذارم به یک جلسه دیگری، چون بحث خیلی طولانی میشه و قصد من این است که بیشتر برگردم به تشریح آیات قرآن. این است که این مطالب رو فقط خیلی خلاصه عرض میکنم و رد میشم. در جهان در صورت در حال که من و شما با هم صحبت میکنیم، حدوداً روی کره زمین 3 میلیون مسجد مسلمان ها وجود داره. و مثلا کشور انگلستان که هیچ به نظر هم نمیاد 1750 مسجد داره. حالا محاسبه بکنید، بقیه جاها هم لیستش هست و اینها یک وقتی دیگری برای شما اینها رو خواهم خواند. محاسبه کنید که اگر به طور متوسط هر مسجدی 200 نفر رو خوراک بده، همین خوراک مجانی که میدن افطار میکنن، حدود 600 میلیون وعده غذا در هر روز داده شده و در طول ماه رمضان اگر که این 3 میلیون مسجد با 200 نفر متوسط نمازخوان و افطار کننده 1 ماه به این کار ادامه بدن، در حدود 1.8 میلیارد وعده غذا یا خوراک در ماه رمضان به کسانی داده شده که ممکن اونها فقیر یا نیازمند باشن، ولی فقیرتر از ایشان هم بسیار بوده که اینها مستحق نبودند و این افطار رو که به خرج مسجد و خرج مردم کردن، این افطار کننده ها هیچ کدامشون نه مستحق این کار بودند. و میخوام تا اونجایی جسارت کنم که عرض بکنم که اینها نه تنها مستحق نبودند که بلکه مجاز هم نبودند که از این افطاری استفاده بکنند. و نه کسانی که این پول رو دادن و این افطاری ها رو فراهم کردن یا وقف کردن اجازه این کار رو داشتن، نه مسجد اجازه برقراری این کارها رو داشته و نه مردم اجازه مصرف این مال رو داشتن، خوراک رو داشتن. اگر این مردم همون روز اول نمی رفتن به مسجد و به مسجد می گفتن که ما هرگز این غذا رو نمی خوریم، این غذا رگه های خون یتیمان درش هست، ما بیشتر مستحق هستیم که در هامبورگ زندگی میکنیم و بسیاری از این افراد زندگی های خیلی خوبی دارن، هم خود اونها سرمایه دار هستن، خانه دارن، وسیله دارن و هم تقلب میکنن و از دولت آلمان حقوق بازنشستگی و حقوق به اصطلاح از کار افتادگی و حقوق فقر و نداری میگیرن و هم دزدی میکنن از بیت المال دولت آلمان، هم خودشون دروغ میگوین، هم کار منظور این که حالا اون کارهاشون رو کنار بگذاریم، احتیاجی به افطار ندارند. و اینکه که افطار هم مهمانی خصوصی نیست، افطار سهم خداست و شما سهم خدا رو در مسجد خدا به کسانی میدید که حرام این افطاری برای اونها مصرف بشه و عمل افطار کردن این افراد محاربه با خداست. چرا؟ علنن حق یتیم رو دارن میخورن. حالا شما ممکنه بگید یک نفر وقف کرده، غلط کرده وقف کرده. مگه مال امانی اختیارش دست شماست که به هر چی میخواید وقف کنید یا نکنید؟ بیجا کردید که وقف کردید. شما هزینه خوراک 200 نفر رو، حالا مال مسجد هامبورگ که 1000 نفر هم بیشترن، شما هزینه خوراک 1000 نفر رو
که هر 1000 نفر امکان خوردن غذا رو دارن بدون افطار تو، بدون نیت تو، برای خودنمایی. فرض کنید که هر کدام از اینها 1 یورو، بگید معادل 1 دلار آمریکایی، 1000 دلار، البته خیلی بیشتر از این میشه. این 1000 دلار در بعضی از نقاط جهان 10000 وعده غذا میشه، و در همین کشور افغانستان با 50 دلار 5 نفر 1 ماه مواد اصلی خوراکی خودشون رو دریافت میکنن. 50 دلار 5 نفر 1 ماه، یعنی 10 دلار 10 دلار 10 تا 1 دلاری آمریکایی برای مدت 1 ماه برنج، روغن، سیب زمینی و یکی دو آیتم دیگه، حالا یادم نیست اینها رو، مال اینها رو تأمین میکنه که لااقل از گرسنگی نمیمیره. با 10 تا 1 دلار این 1000 دلاری که تو امروز مصرف کردی، 2000 دلار که امروز مصرف کردی برای اینکه یک عده‌ای بنشینن اونجا، 2000 دلار بیشتر گوشت های گران قیمت میدن، غذاهای گران قیمت میدن. حالا من به عنوان مثال این ارقام رو عرض میکنم. اگه 2000 دلار امروز شما مصرف کردی برای یک آدمایی که بدون این کار شما هم غذا داشتن که بخورن، از گرسنگی نمیمردن، پناه نیاوردن به چیزی که صیانت ذات اونها رو بکنه، مهمانی اومدن و شما اجازه ندارید که به نام خدا اینجور مهمانی ها رو برقرار بکنید و اسمش رو افطار بگذارید، این خوراک جهالته، خوراک نادانی است، خوراک محاربه با خداست، خوراکی است که مردم رو مسخ میکنید و از خود بیخود میکنید و از خدا دور میکنید، هم خودتون کار بیجا میکنید، هم مردم رو به کار بیجا میکشید. این کارهای غیر قرآنی و ضد قرآنی و ضد بشری و ضد خدایی چه معنایی میدهد جز خودنمایی و ریا و تقلب و دروغ و بهانه برای استیلای به مردم و انتشار دین وحشت و خرافه؟ به هر حال اگر این 2000 دلاری که برای 1 وعده غذای افطار لازم است شما تبدیل بکنید به خوراک فقرایی که احتیاج به این غذا دارن، 20000 وعده غذا می شود، 20000 وعده غذا می شود، و شما با 2000 دلار 200 نفر و 200 نفر رو به مدت 1 ماه خوراک اصلی اینها رو تأمین می کنید. اگر بگوییم که در سطح کره زمین به طور متوسط 1.8 میلیارد وعده غذا در ماه رمضان داده می شود، در واقع می شود گفت که 1 میلیون نفر در مسجد یا در هر کجای دیگر می توانند، افراد فقیر رو عرض می کنم که 1 میلیون نفر می توانند که 3 وعده غذا در روز داشته باشن. حالا چون از این آمار میخوام زودتر عبور بکنم که اینها رو یک وقتی به جزئیات روی صفحه تلویزیون قرار میدیم و شما واقعا به تحیر و تعجب خواهید افتاد، که به طور خلاصه 60 میلیون حداقل 60 میلیون انسان گرسنه برای مدت 1 سال 3 وعده غذا خواهند داشت. و چون عید فطر و مراسم ماه رمضان هر ماه تکرار میشه، هر سال تکرار میشه، اگر که اینها دست از افطار کردن و افطار خوردن و میهمانی دادن و این کارهای خلاف منافع مردم انجام دادن، اگر که این کارها رو دست بردارند و این پولها رو به یتیمها بدهند، افرادی که واقعا محتاج هستند، اگر چنین بکنند حتما اینها قادر خواهند بود که روی این کره زمینی که ما زندگی میکنیم 60 تا 70 میلیون نفر رو 3 وعده غذا در روز در سطح جهان بدهند. و شما ببینید که از اون طرف قضیه اگر به این موضوع نگاه بکنید متوجه می شوید که
چطور این افراد می توانند که موضوع گرسنگی و قحطی رو در دنیا از بین ببرند با یک اقدام کوچک در مقابل این مردم قرار بگیرند. و اینکه ما هم از دین بی خبر هستیم هم از عدالت، نتیجهش این میشه که ما به این ترتیب عمل میکنیم. در نگرش دیگر، اگر که ما به مخارج کشورهایی که متمول هستند و اسلامی هستند نگاه بکنیم، به ثروت کشورهای عربی نگاه بکنیم، شیخ نشینهای خلیج فارس رو در نظر بگیریم، ثروت اینها رو و نقش اینها رو و پولهایی که اینها برای اسلحه و کشتن مردم استفاده میکنند و این پولها رو میتوانند که لااقل مقداری از این پولها رو هم برای اونها که هنوز نکشتند و قرار در آینده بکشند استفاده بکنند و خوراکی به اینها بدن. در سفر قبلی ولایت فقیه آمریکا به کشور عربستان، دو ولی در مقابل هم قرار گرفتند و ولی دوم به ولی اول 1 میلیارد دلار به همسر ایشان تحفه داد، که نظیر این مخارج اگر که واقعا برای رفع فقر جامعه بشر استفاده بشود، جامعه دیگرگون خواهد شد. به این مناسبت وقتی که فطر رمضان رو ما عید میگیریم و شادی میکنیم، باید از خودمون سوال بکنیم که به کدام خدمت و به کدام نعمت و به کدام اصلاح و به کدام صحت اشاره میکنیم و برای چه شادی میکنیم و برای چه این روز رو عید مینامیم و روز شادمانی مینامیم. و در واقع ما به دنیا میگوییم که چه چیز رو عید گرفتیم، چه چیز رو جشن گرفتیم و از چه چیز خوشحالیم و به چه چیز افتخار میکنیم و کدام واقعه رو جشن میگیریم. آیا پایان یک وعده خوراک نخوردن در مدت یک ماه مستحق عید و جشن است؟ و پاسخ هرچی که هست به هر حال بسیار ناراحت کننده است و امید داریم که ما درک بیشتری از واقعیات عبادات مربوط به صیام بیاموزیم. و خود صیام فی نفس عبادت نیست، صیام یک ظرفی است، روزه یک ظرفی است که درون این ظرف عبادت قرار داره، اوست که عبادت است، مظروف این ظرف عبادت است. عبادت یعنی فکر کردن، تعقل کردن، تجزیه و تحلیل کردن، علت یابی کردن و بعد از قرآن فرمان گرفتن و رفع علت کردن، درمان درد کردن، شفا دادن با امکاناتی که خدا به عهده ما گذاشته و در اختیار ما گذاشته. قبل از اینکه به تنفس برویم اشاره میکنم که آقای محترمی به نام آقای سپهر تفرشی چند روزی است که برای من مطلب میفرستند و درباره عصمت پیامبر و خاندان پیامبر و عصمتی که در امامت وجود داره و اینکه تمام کارهای دنیا به دست حضرت علی ابن ابی طالب امام اول مسلمین جهان و بگمانم که مقامی بیشتر از این برای کسانی که به نام شیعه خودشون رو معرفی میکنند باشند و ایشان نوعی الوهیت و الهیت برای حضرت علی قائل هستند که اینها همه مربوط به خودشون هست، ولی مؤدبانه من رو ملحد و مرتد و کافر و یکی دو عنوان دیگری که حالا بعد از تنفس اگر که وقتی شد به نامه ایشان هم اشاره میکنم که خودش مطالب بسیار جالبی است. Control room if you kindly give us a few minutes break. ما امروز آلوده یک سویچ بورد هولدر انگلیسی زبان هستیم، ما رو میبخشید. Go ahead please.